حسابداری و اطلاع رسانی و همینطور دانشنامه ادب فارسی آسیای مرکزی شون مقالاتی دارن، آثاری در باره تاریخ و ادبیات لهستان، تاریخ معاصر ایران، جنبش حروفیه هم از ایشون منتشر شده. دفتر شعر ایشون منتشر کردن به نام غربت غربت، در مجموعه شعر بودویه ایشون از ایشون سروده هایی منتشر شده و بخوام جسارتا مختصرا از کنم حضور شما که دو دفتر شعر از ایشون به نام های بود، من آینه و کشف المحجوب باد در آستانه انتشار هست و غیر از اون ترجمه هایی که از اشعارشون به زبان های فرانسه منتشر شده. از ترجمه های دیگریشون میشه به برگزیده اشعار ویسلاو شیمبورسکا عنوان عکسی از 11 سپتامبر در 1382، غزل های کریمه از آدام میتسکیویچ اگر که درست تلفظ کرده باشم و برگزیده اشعاری از هالینا پوشویا توسکا، درست خوندم اسمشون رو، منتشر شده با همکاری ایرانشناس لهستانی ایوانا نویسکا و کتابی هم در پیشینه ارتباط میان لهستانیان و ایرانیان دارند آقای دولتشاهی با همین نام، لهستانیان و ایران، و در حوزه مطالعات تاریخ معاصر و ادبیات نظری جنبش مشروطیت به بازنشر کتاب مهم یک کلمه از میرزا یوسف مستشار الدوله همت کردن و اشارت که یادنامه شاعر ملی لهستان آدام میتسکیویچ تازه ترین کتابی است که با اهتمام ایشان منتشر شده. بفرمایید آقای دولتشاهی. یه مقداری از صحبت‌های دوست عزیز آقای کنوب در واقع همپوشانی داشت با صحبت‌هایی که من می‌خواستم خدمت دوستان عرض کنم و سر همین یه مقداری اصلا کمتر خواهد شد. سخن گفتن از اول پلی خوشحالم که بعد از حدود 2 سال یه جلسه حضوری شرکت کردم و از دوستان تشکر میکنم که تو این عصر آدینه اومدن جمع شدیم زیر این سقف از شعر صحبت کنیم. من کتاب نامه آدم خاران رو ندیده بودم، امروز که الان اینجا دیدم و پشت شعری رو من نوشته که حرف دوستان شما خوندیم، این شعر من رو یاد شعری از شاعر دیگه لهستانی هالینا پوشویا توسکا انداخت به نام جولیت. دیگه جولیت هم 23 ساله. این که حدود 13-14 سال پیش این کتاب منتشر شده، نمیدونم دوستان علاقه من به شعر شاید دیده باشن، زندگی ترکم کنی میمیرم، گزیده اشعار هالینا پوشویا توسکا. اگر دوستان این شعر رو خونده باشن، مقایسه این شعر روژویچ و شعر جولیه 23 ساله همکارین خوشبیا توسکا در واقع اختلاف این دو شاعر رو کاملا مشخص می‌کنه و جایگاه روژویچ رو برای ما کاملا مشخص می‌کنه. سال میلادی که چند هفته پیش تموم شد، سال 2021 در واقع سده زایش میتسکیویچ بود. دوهم اکتبر که گذشت میتسکیویچ 100 ساله شد. پس ما میتونیم روژویچ رو هم جز نسل زاده لهستان آزاد بدونیم، نسلی که در سنت مطالعات ادبی لهستان به اون نسل کولومبوس میگن. زندگی از اعضای دیگه این انبساط نسل که دوستان ایرانی خواننده ایرانی اونا رو میشناسه میتونم اسم بیارم. لم، استانیسلاو لم، کشیشتوف باچنسکی، تادوش بروفسکی، ویسلاو شیمبورسکا و البته هربرت. نسلی که هرچند اعضاش سرنوشت‌های مختلفی پیدا کردن اما در یک چیز مشترک بودن.
حمله از سوی نسل قبل‌تر، نسلی که پیش از استقلال لهستان به حیات رسیده بود و حکومت برآمده از کودتای انتخاباتی 1947 در لهستان. زبان فارسی تا امروز که ما با هم صحبت میکنیم صحنه ظهور و بروز 8 اثر از میتسکیه، ببخشید میگم میتسکیه روژویچه. از این 8 اثر که شامل همین کتاب هم میشه، دو تاش منحصرا شعر و یک عنوان مجموعه ایست از شعر و نمایشنامه. بقیه راجب نمایشنامه یه در واقع پروژه میچه. من خیلی متأثر هستم از اینکه در تاریخ 24 آوریل 2014 که روژویچ فوت کرد تا به امروز جامعه تئاتری ایران هیچ یادی از روژویچ نکردن. من یادداشتی نوشتم که متاسفانه نشد چاپ بشه در مرگ روژویچ و منتظر بودم که دوستان اهل تئاتر یک چیزی بنویسن که ننوشتن، انگار اصلا براشون مهم نبود. این نکته هم باید خدمتتون عرض کنم که مجموعه شعری پیش از نامه برای آدم پاران که در 5 سال پیش منتشر شد به نام مرثیه‌ای برای درخت توسط دوست در گذشتم شهرام شیدایی و دوست و استادم خانم پروفسور آننا کراستنوولسکا منتشر شده، ولی فکر نمی کنم جامعه شعرخون ایران با این کتاب زیاد در واقع استقبالی کرده باشه و اصلا دیده شده باشه این کتاب. البته در فضای مجازی میشه این روزها اشعاری از روژویچ رو هم در مطبوعات و فضای مجازی پیدا کرد، اما این اشعار اشعاری بی‌شناسنامه است، مسلماً از زبان لهستانی ترجمه نشده و از یک زبان واسط ترجمه شده، اما ذکر نشده که از روی ترجمه چه فردی که از لهستانی حالا به انگلیسی ترجمه کرده یا نه ترجمه شده. این ذکر نکردن مترجم اولیه این اشعار اعتبار ترجمه رو مخشوش می‌کنه. به جز ترجمه‌ای که من و دوست ایرانشناس لهستانی خانم نویسکا از روژویچ بیشتر انجام دادیم، جا داره که از ترجمه خانم آننا مارچینوفسکا دکتر ایرانشناس که از روژویچ قبلا ترجمه کرده، البته در مطبوعات و فضای مجازی هم ذکری بشه. اگه بخوایم منصفانه راجع به روژویچ صحبت بکنیم، شاعری که بیشتر اهل تئاتر می‌دونیمش تا اهل شعر، شاعری که جامعه شعرخون ایران چیزی ازش آنچنان نخونده، واقعا سخته. من خیلی خوشحال شدم که دوست عزیز آقای اونورد اشاره هایی به بخش هایی از شعرهای سروده روژویچ در صحبتاشون انجام دادن و حضار کمی با در واقع شعر و جهان شعری روژویچ آشنا شدن. شعر روژویچ در واقع بیان تراژیک فردی تنها شده است در جهان بی ره و بی تفاوت که دنبال یک سرپناه میگرده و انجام پیدا نمی کنه. جا داره نقل قولی از شیمبورسکا که به هر حال همه ایرانی روزها میشناسنش ذکر بکنم. شیمبورسکا در جایی گفته که من نمیتونم تصور کنم بدون وجود روژویچ شعر لهستانی پس از جنگ دوم جهان این چه شکلی میشد. هرچند ممکنه همه ما شعر روژویچ رو نپسندیم، اما همه مدیون اون هستیم و چیزهایی از اون شعر رو حاصل کردیم. این در واقع منو یاد گفته ای از یک شاعر دیگه لهستانی میندازه، شاعری که در واقع موضوع شعرش فرهنگ دهقانی و فرهنگ کاتولیکیه، یان بولیسواد اوژوک، که میگه که پذیرش شعر روژویچ دشواره. من دو نسخه، یعنی دو عنوان کتاب شعر روژویچ رو خریدم، وقتی مطالعه کردم دیدم اصلا نمیپسندمش و سوزوندمش.
این نشون دهنده برخورد مختلفی است که خواننده اصیل لهستانی هم با شعر روجویچ داره. اما شعر روجویچ در واقع چه شعری است که چنین شیمبورسکا ستایش‌آمیز ازش صحبت می‌کنه و شاعر دیگه اون رو در یک خوانش فاشیستی می‌سوزونه؟ خود روجویچ در شعری به اسم شعر من داره که من ترجمه، چون این کتاب رو ندیده بودم، اینجا ترجمه خانم کراسنوولسکا و شهرام شیدایی رو خدمتتون قرائت می‌کنم. چیزی را توضیح نمی‌دهد، چیزی را روشن نمی‌کند، از چیزی صرف نظر نمی‌کند، امیدها را برآورده نمی‌کند. و یا اگر زبانش زبان غیب نیست، اگر حرف‌هایش تازگی ندارد، اگر تعجبی بر نمی‌انگیزد، یعنی که باید همین گونه باشد. و شعر روجویچ همین گونه است، شعری که هیچ شعر دیگه جای اون رو نمیگیره. روجویچ در سپهر فرهنگ لهستانی سپری معنا دار داره و شعرش و نمایشنامه‌هاش موضوع پژوهش‌های متعدد دانشگاهی شده. یکی از آخرین کارهایی رو که من دیدم چاپ 2019 است، مجموعه ایست بسیار پربار، پربر، حدود 600 صفحه به عنوان روجویچ، تدرش روجویچ و هویت مدرن لهستان در پس از جنگ جهانی دوم. این کتاب رو استاد دانشگاه وروتسلاو که منتقد و محقق ادبی لهستانی، ادبیات لهستانه، به نام آقای وویچ بروانی ترجمه کرده. خوشبختانه ترجمه انگلیسی این کتاب در دسترس است و من امیدوارم مترجمین که از انگلیسی ترجمه میکنن به ترجمه این کتاب هم همت بکنن و خواننده فارسی هم به در واقع عمق چیستی روجویچ پی ببرن. بله، من حالا یه بخشایش رو حذف میکنم که برسیم. میشه مقایسه کرد روجویچ رو با دیگر اعضای نسلش. مثلا اگه با باچنسکی مقایسه کنیم، شاعری که در 24 سالگی روز چهارم قیام نافرجام ورشو در 1944 کشته شد، زبانی رو که به کار میبره زبانی خیلی، چطوری عرض کنم بهتون، تلخ. روجویچ هم این داستان رو داره. اصولا این نسل کلمبوس یک تجربه تلخی رو گذرونده و اون روزهای دهشتبار جنگ جهانی دوم و اسارت در بازداشتگاه‌های آلمانی که تأثیر خودش رو در این نسل باقی می‌گذاره و ما در روجویچ هم می‌تونیم این رو به وضوح ببینیم. در واقع این نسل رو میشه گفت نسل آغشته به مرگ. میگن که روجویچ مرگ در شعرش حضوری غالب داره. اگه این رو بپذیریم، شاید در شعر معاصر فارسی ایران بیژن جلالی تنها شاعر ایرانی باشه که از این نظر میشه با روجویچ مقایسه کرد. البته به لحاظ زبانی هم میشه این دوتا را مقایسه کرد. روجویچ مثل بقیه هم نسلی هایش که زنده موندن، در پس از جنگ هم مجبور شد اشعاری سوسیالیستی بگه. اما این یک تفاوت عمده داره، اشعار سوسیالیستی روجویچ با اشعار سوسیالیستی کسی مثل شیمبورسکا. میدونیم که شیمبورسکا تا 1960 تا دهه 60 عضو حزب کمونیست بود، ولی روجویچ هیچ وقت نبود. در واقع من اجازه میخوام این قسمت رو از رو بخونم چون مهمه. آنچه نسل کلمبوس ترجمه میکنه تنها جنگ و اسارت و اشغال نیست. تجربه آنها تجربه همانند دیگر تجربیات آدمی در طول تاریخ نیست و تجربه فراتر است و تعالی‌تر. تجربه شاید منحصر به فرد از سلطه مطلق. میدانیم که سلطه مطلق تنها در اردوگاه کار یا به تعبیری درست‌تر اردوگاه مرگ است که روی می‌دهد. هدف فروپاشی درونی و ذهنی اسیر و خلعیت از انسانیت و بدل شدن او به شی است.
تجربه انسان در عصر ظلمت، نمودی که بروفسکی در اثر نامدارش خانوم ها و آقایان بفرمایید به اتاق گاز با آن اشاره دارد و مبتلا به آن را مسلمان می نامد، نامی که در اردوگاه به افراد فروپاشیده و شیعی شده اطلاق می شود، درست مانند زندانیان غیر یهودی که در اصطلاح رایج در اردوگاه به کانادا نامدار بودند، زندانیانی که بیگاری اجباری در اردوگاه می پرداختند. این بحث را فیلسوف ایتالیایی جورج آگامبون در اثر نامدارش که خوشبختانه به فارسی نیز ترجمه شده است، باقی مانده های آشویتز در فصل دوم مورد بررسی قرار داده است. مترجم این اثر این گروه را تسلیم شده ترجمه کرده است. این بحث را به طور گسترده در کتابی که درباره بروفسکی نوشتم و به زودی منتشر میشه مطرح کردم. مثلا اشاره کردم به شعری که روجویچ برای نظام سوسیالیستی بود. روجویچ یه شعری داره به اسم رود تاریک. اشاره میکنه یک قسمتش، رود نور به دره تاریک وارد خواهد شد. گذشته تاریک و آینده که از آن سوسیالیسم روشن. اما اون چیزی که مهمه در مورد شناخت روجویچ، بررسی احتمال رابطه بین شعر روجویچ و گروه موصول به موج نو در شعر لهستان، گروهی که تحت تأثیر مکتب نیویورک هستن که در دهه 60 به بعد به ساب ظهور میرسن. موج نو در شعر لهستانی یک حیف در باره مجموعی است از گروه های شعری مختلف. یک گروه بسیار معروفی هست به نام اکنون که میشه اهداف شعریشو با شعر روجویچ نزدیکی توش دید. این گروه که در کراکو فعالیت میکرد اکسپرسیونیستی دونستن، اما میشه این نگاه روجویچ رو گروتسکی دونست. گروتسک در ادب فارسی شاید ما به گریه خند بتونیم ترجمش کنیم، حالتیه که انسان نمیدونه زار زار بخنده یا ها ها گریه کنه. در کتابی که پژوهشگر ادبی لهستانی یاروسکی نوشته، واژه‌نامه اصطلاحات ادبی، گروتسک رو اینجوری ترجمه کرده که گروتسک معقوله زیباشناختی است که در شکل دادن به عناصر یک اثر در رابطه با واقعیت تجربی روانشناختی حاکم بر اثر به عنوان پوچ تلقی می شود و یا از نظر ارتباط متقابل عناصر سازنده جهان اثر یک دیگر ناسازگار و در تقابل هستند. روجویچ نمایشنامه‌ای داره که متأسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده به نام پرونده. منتقدین این اثر رو اثری گروتسک دونستن یا والا با اغماز جایی بین اکسپرسیونیسم و گروتسک نشسته. از این زاویه اگه به روجویچ نگاه کنیم، روجویچ رو میشه با بکت مقایسه کرد. هر دو به عنوان نمایشنامه نویسان پوچی یا ابزورد میشناسیمشون و هر دو به استفاده معنایی سکوت پرداختن و از بیزمانی استفاده کردن. نکته دیگه استفاده از زباله است توسط این دو نمایشنامه نویس در صحنه آرایشون. اصولا میشه نسل اهالی فرهنگ لهستان به طور عام و نسل کولومبوس رو به طور خاص در چند گروه تقسیم بندی کرد. یک گروه به همکاری با نظام حاکم میپردازند و شعر امن تولید میکنند. یک گروه دیگه که روجویچ رو میشه جز این گروه حساب کرد، هرچند با نظام به در واقع مبادله و همزیستی با نظام ادامه میده، اما سعی میکنند که مرز نگارش
غیر دستوری رو گسترش بدن و خودشون بنویسن و کمتر تا جایی که میشه مرز نوشتن در معیار نظام رو کوتاه کنن. یک گروه دیگه خاموش میمونن. معمولا این گروه کسانی هستن که از یک جایگاه اجتماعی و ادبی تثبیت شده ای برخوردار هستن. اینها با سکوت کردن و با ننوشتنشون در واقع فریاد زدن. گروه دیگه ای مهاجرت کردن، مثل میگوش یا مثل روژک، و یک گروهی هم حال زیستن در این نظام رو نیاوردن و خودکشی کردن، مثل بروکسی. نکته که در آخر دوست دارم اشاره بکنم، یک تشابهی هست بین داستان معروف خانوم و آقایان به فرمانی دوستان از نوشته بروفسکی و قسمتی از شعر روژویچ. در این کتاب که در این داستان که پیشتر هم منتشر شده و دوستان شاید خونده باشنه، در یه بخشش این رو میخونیم که با دستش به دودکش در فاصله چند متری اشاره کرد که ستونی از شعله به آسمان پاکستری لهستان می‌فرستاد. دوستت آنجاست، سیال در آسمان‌ها، و مدتی گذشت تا من معنی آن را بفهمم. در بخشی از شعری به عنوان یادمان از روژویچ می‌خونیم: یادمان ما به شکلی از دود به جهان برین می‌رفت. این یادمان که در شعر روژویچه خیلی شباهت داره به اون انسان‌هایی که در کوله های آدمسوزی سوختن و مثل دود هوا رفتن. وقتی این دوتا شعر رو خوندم یاد شعر دیگه ای از لئوپولد استاف افتادم. میگه بر شن و ماسه بر ساختم فرو پاشیم، بر صخره‌ای بنا کردم فرو غلطیم، اکنون از دود دودکش ساختم را بیامیزم. وقتی این سه مورد رو من تو ذهنم مقایسه می کردم، یاد یه بخشی از شعر نیما افتادم. می خونم براتون، خیلی کوتاه: نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آبیگری با به برمی شکنم. این در روزگاری که من نوجوان بودم و این شعر نیما رو خوندم، جایی خوندم که در واقع این قسمت از شعر نیما بیانگر حسرت و تأسفی است که برای از کف رفتن نتایج انقلاب مشروطیت داشته. این حس حسرت و این حس از دست دادن رو در شعر روژویچ هم در اون قسمتی که خوندیم خوندم براتون، من حس میکنم. نمیدونم شما حس میکنین یا نه. مرسی. اومده که گفتی که ما موقع رفتار زبان روژویچ هر باش حرف بزنیم و اگه ممکنه که بشه اشاره کنیم، هرچند که آقای بابادی رفتار اینداره هم هرچند شما اشاره کردیم روژویچ رو جز شعاره بودش که چندان دیگه با زبان معیار و انجام نسبت وسیع نداره. تا جایی که من خوندم، مثلا اگر تصویرسازیش هم شما نگاه کنیم با اشعار باچنسکی که من در دهه 80 ترجمه کردم و چاپ شده، می‌بینید تصاویری است که به لحاظ گویشور اصلی زبان لهستانی هم عجیب غریبه، ولی در اشعار روژویچ که فارسیش هم خوندیم تصویر عجیب نیست. ممکنه حرفش حرف سنگین نمیدونم فلسفی چیزی باشه، اما شعر و رفتار شاعر با واژه رفتار ساختگرایانه‌ای نیست که مثلا ما در اهالی حج می‌بینیم. بهترین مثالی که به ذهن من رسید همون بیژن جلالیه. بیژن جلالی شعری است داره بسیار ساده، بسیار راحت به لحاظ زبانی، اما اگه ویژگی خاصی داره و پیچیدگی داره، حرفی است که پشت این واژه‌های ساده می‌ذاره. تا جایی که من از روژویچ شناخت دارم و خوندم، شعرش در سطح زبان رفتار پیچیده ای نداره. اگه چیزی هست در عمق معانی است که وجود داره. مرسی از شما. ممنون.
دوستان خیلی ممنون که حوصله کردید جلسه رو تا اینجا برای همچون باز جلسه 10 تا 15 دقیقه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. پذیرایی هم بگو. بله پذیرایی مهیا سوستان.